یک روز چشم باز میکنی و میبینی عزیزترین آدم زندگیت دیگر نیست. کسی که تا دیروز خیال میکردی همیشه برای داشتنش و برای دوست داشتنش فرصت داری، کسی که فکرش هم نمیکردی رفتنی باشه، به همین سادگی آدم ها میرن و جایشان برای همیشه خالی میمانن. عزیزانت همی ثانیه دوست داشته باش، همی ثانیه قدرشان بدان و همی ثانیه در آغوششان بگیر. منتظر هیچ فردا و روز مبادایی نباش، چه آدم ها که با زخم سکوت و تنهایی رفتند، چه دل ها که تا ابدیت تاریخ شکسته موند، و چه دوستت دارم ها که تا همیشه میان حنجره زمان گیر کرد. مبادا یعنی امروز، یعنی حالا، یعنی همین لحظه. و ناگهان چقدر زود دیر می شود. بیا تا قدر یک دیگر بدانیم. به نام خدا، عرض سلام و وقت بخیر داریم خدمت همه شما همراهان همیشگی برنامه امشب. از اینکه امشب هم برنامه امشب را برای دیدن انتخاب کردین از شما سپاسگزار هستیم. امشب قرار است در رابطه با موضوعی صحبت بکنیم که خیلی از ماها شاید فکر میکنیم که یا به سراغ ما نمی آیه یا فرصتی چندان برای ما وجود نداره، و ای که اصلا اوقات فراغت یعنی چی؟ ما ای که به دنبال یک لقمه نان میگردیم، پس چگونه میشه که از اوقات فراغت استفاده بکنیم؟ حرفهایی است که مطمئناً هر یکی از ما و شما در دل ما، در ضمیر ما، خواسته یا نخواسته رسوخ میکنه. کدام کار، کدام زندگی، کدام اوقات فراغت؟ اما ای به این معنا نیست که ما از اندکترین ثانیه ها و دقایق که خداوند در اختیار ما و شما میگذاره کار به جای خودش، اما اوقات فراغت هم به جای خودش. حالا میریم به سطح شهر و سراغ همکار ما آقای مؤمن امینی، ببینیم که با بیننده های برنامه و با کسایی که به خصوص در سطح شهر هستند نگاهشان و گفتگویشان در رابطه با اوقات فراغت چیست. با ما همراه باشید. چند لحظه فرصت داشتیم، فارغ بودیم از جریان کار، مفتون باش که چند دقیقه مطالعه بکنم. سلام و احترام خدمت همه شما بینندگان عزیز، امیدوار هستم که خوب باشین. موضوع برنامه ما درباره اوقات فراغت است. من فارغ شدم، خواستم مطالعه بکنم، ولی مهمتر ایست که بریم با مردم صحبت بکنیم، چون در سطح جامعه هستیم، ببینیم که مردم ما معمولا از اوقات فراغت خود بر چی کار استفاده میکنن. شما در این گزارش بار تا پایین همراه باشین. سلام، وقتتان بخیر. سلام، وقت شما همچنان بخیر. نامتان چیست؟ مصروف چی کار هستین؟ محمد وقار هستم، محصل پانتون کابل، پانزه علوم اجتماعی. محمد صادق نظری هستم، فعلا مصروف تدریس می باشم. نوروز رضایی هستم، درس می خوانم، فعلا مصروفیت خاصی ندارم. نوید ارسلان هستم، مصروفیت خیاطی دارم. شما در اوقات فراغتتان چی کار را انجام می تین؟ شما بخیر سلامت باشیم. ما بیشتر اوقات فراغت خود مصروف مطالعه و در روزایی که رسمی رخصتی باشه با تفریح هم میریم، که جز از امو کارهای معمول زندگی به هر انسان است، و ما هم بعضی اوقاتی که فارغ باشیم با تفریح سپری میکنیم. اکثر جوانان امروزی اوقات فراغتشان را صرف فضای مجازی میکنند، نظر شما در این مورد چی است؟
خب به خاطر کسب اطلاعات خوب است، مؤثر واقع میشه بعضن، ولی در کل همه اوقات را مصرف صرف صفحات مجازی کردن هم در کل اشتباه است، به خاطر از اینکه به جای از این میتونیم که راه های بدیلش انتخاب بکنیم، مطالعه بکنیم، میشه یکم کارهای مفیدی که برای خودمان و برای جامعه مفید واقع شوه بکنیم. بهترین سرگرمی در اوقات فراغت چی است؟ ای خب بستگی به طبع خود انسان ها داره که چه نوع سرگرمی رو خوش داره، بعضیا مطالعه، بعضیا گیم، بعضیا فوتبال، و به نظر من مو سرگرمی که به صحت انسان مفید باشه و خود انسان فایده برسونه مو بهترین سرگرمی است. برای اوقات فراغت تعیین کردن زمان مهم است، و اگر مهم است بهترین زمان چه وقت است که ما فراغت مرده و تنظیم بکنیم؟ بهترین باید در کل باید بگویم که از زندگی باید خودمون مدیریت خوب بتونیم، که هر بخش از زندگی خود تقسیم مطابق با تقسیم اوقات پیش بریم، روزانه میتونیم ورزش کنیم، بعد از وقت مطالعه داشته باشیم، خوبتر مطالعه کنیم، بعد گیم بزنیم، فضای مجازی را میتونیم که در زندگی خود داشته باشیم. خیلی خوش آمدید، گزارش را با هم دیگه دیدیم، دیدگاه های متفاوتی که مطرح شد و حرفایی که هر یک از یک زاویه‌ای به اوقات فراغت نگاه کرده بودند. خیلی جالب بود که میگفتن ما کلن در اوقات فراغت هستیم، کسایی که به خصوص بیکار بودند. امیدوار هستم که این بیکاری هر چه زودتر به پایان برسه و وزارت‌های مربوطه و نهادهایی که در این زمینه کار میکنن جدیتر تلاش بکنن و جدیتر کوشش بکنن که انشالله همه هموطنان ما صاحب کار و وظیفه و شغل شوند و امرار معاش داشته باشند، یک لقمه نان برای خانواده خودشان بتوانند پیدا بکنند. وقفه کوتاهی داریم، برمی‌گردیم. خیلی خوش آمدید، همچنان با برنامه امشب در خدمت شما هستیم. تشکر میکنیم از حامی مالی برنامه. اگر میخواهید ذهن هوشمند، فکر توانمند و زندگی صحتمند داشته باشید، پس انرژی قوی، صحی و نفیس پارتی را فراموش نکنید. اصلا تعجب نکنید، با این کله که من زدم و توپی که آمد طرف من، مطمئنن شما متوجه شدین که مهمان ما، اولین مهمان ما ورزشی است. برادر عزیزم زین الدین شریفی، بازیکن اسبق تیم ملی فوتبال افغانستان و کاپیتان تیم ملی فوتبال ساحلی افغانستان. خیلی زیاد خوش آمدید. خب 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 بسیار خوب. حالا بفرمایید. سلام با شما، خیلی خوش آمدید. خیلی خوش آمدید. توپ هم در اختیار خودتان، در کنارتان، ما بین تشریف داشته باشین. کمره ها در اختیار شما هست. سرآغاز سخن و در ما بین اگر تشریف داشته باشین خیلی بهتر خواهد بود. خیلی خیلی زیاد خوش آمدین. من بعد از مدت ها خیلی جالب بود وقتی که با توپ آدم سر کار پیدا میکنه و یک ورزشکار را میبینه و او هم ناگهانی او توپ میایه، خب مجبور هستی هد بزنی. کاش کدام گل اینجا می بود و ما میتونستیم که گل بزنیم. سلام مقدمه. بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت شما کاظم سید عزیز سلام عرض علیکم. سلام و رحمت الله میکنم خدمت تمام بینندگان محترم تلویزیون تلو و در خدمتتون هستیم. ان سلامت باشین. آقای شریفی، شما سابقه خیلی طولانی ورزشی دارید. بله. از بازیکن بودن در تیم ملی فوتبال افغانستان که واقعا اوج زمان فوتبال افغانستان بود و نتایج فوق‌العاده عالی را در آسیا از آن خودش کرده بود. بله. در یک بخشی از رقابت‌ها، و بعد از او بحث فوتبال ساحلی شد و شما کاپیتان تیم ملی فوتبال ساحلی افغانستان هم هستین. بله. چگونه این زمان‌ها را تنظیم کردین، از اوقات فراغتتون استفاده کردین و ورزش را هم بسیار به صورت حرفه‌ای انجام دادین و پیش بردین؟ زنده باشین کاظمی سر عزیز. والا ورزش یه جورایی تو خون ما شده دیگه. از بچگی ورزش کردیم، مخصوصا فوتبال بازی کردیم. از سال 2012 در تیم ملی آمدیم تا 2015 در تیم ملی فوتبال افغانستان، و یه دوره خیلی خوبی بود در تیم ملی.
قهرمانی جنوب آسیا و اون خوشیایی که مردم بله، داشتن بله، بله، بله. و بعد از اون در تیم ملی ساحلی افغانستان تونستیم بیایم در چهارم آسیا بشیم. خیلی افتخارات خوبی داشتیم. خدا رو شکر می‌کنم تو این سالایی که بودم تو ورزش تونستم چیزی که در توانم باشه در خدمت به ورزش دوستا باشم، مخصوصا تیم شاهین آسمایی فوتبال‌های لیگ برتر فوتبال افغانستان، و دوره‌های خیلی خوبی رو گذراندیم. خیلی عالی، خیلی عالی. 10 دوره لیگ برتر در افغانستان برگزار شد. بله. شاهین آسمایی به عنوان تیم فوتبال پایتخت، بله. طوفان هریرود به عنوان یکی از مدعیان قهرمانی که خب یکی دو سه مرتبه قهرمانی بله. را از آن خودش کرد، عقابان هندوکش و تیم‌های خیلی بنام دیگر آمدن رقابت‌های فوق‌العاده عالی را فدراسیون فوتبال افغانستان انجام دادند و برگزار کردند و مشتاقان خیلی زیادی را جلب کردند و آوردن به زمین فوتبال و مستطیل سبز به اصطلاح. شما بهترین بازی را که حداقل یا مسابقه ای را که داشتین بین شاهین آسمایی و طوفان هریرود، کدام لحظه خاطر انگیزی که به یاد شما مونده باشه؟ لحظه خاطر انگیز زیاد هست فوتبال کازیمی صاحب. لحظه هایی که برد به باخت تبدیل میشه، لحظه هایی که باخت به برد تبدیل میشه، این لحظه ها و چیزهایی هست که و حتی گلایی که غیر قابل تصور زده میشه، اون لحظه هایی هست که آدم یادگار میمونه. اوقات فراغت بود بحث برنامه. من یه چیز جالب بگم، فوتبال این اوقات فراغت رو ایجاد کرد برای همه مردم عزیزمون، کسایی که می اومدن به استادیوم برای تماشای فوتبال، برای تماشای فوتبال و فوتبال رو میدیدن، میتونستن اوقات فراغتشون برای دیدن فوتبال استفاده کنن، بیان به استادیوم تیم محبوبشون رو تشویق کنن. و گفتین از بهترین لحظه ها، از لحظه ها براتون بگم کاظمی سبزی. سال چندین سال قبل بازی ها در سی فاینال که می آمد رفت و برگشت می شد. ما به طوفان هریرود در بازی رفت 2-0 باختیم، 2-0 باختیم و هفته بعد باید بازی برگشت انجام می دادیم و خیلی ها می گفتند یه طوفان میره فاینال و قهرمان میشه، شاهین رو 2-0 برده. و ولی ما عزمون راسخ کرده بودیم و باید 3-0 تیم طوفان هریرود می بردیم. باور نمیشه، یک همدلی، یک شوق بسیار انگیزه خیلی بالایی در بچه‌ها به وجود اومد و ما تونستیم در بازی برگشت طوفان هریرود 3-0 ببریم. در این آوری که فکر میگن همه طوفان حالا شاهین 2-0 برده قهرمان هم میشه، ما تونستیم بعد تو بر برگشت شاهین طوفان سه تا بزنیم 3-0 ببریم و فینال بریم و قهرمان بشیم. خیلی این از خاطرهایی بود که میشه، یعنی تصمیم وقتی یک آدم اراده بگیره، تصمیم داشته باشه به کاری انجام بشه، واقعا میتونه که این کار انجام بده. یقینا. خب خیلی جالب است که نمیدونم این نکتایی که امروز حداقل من در این برنامه دارم نشانی از رنگ لباس فوتبال شاهین آسمایی هست، طلای پوشان پایتخت که الحق و الانصاف جای در قلب همه مردم افغانستان داره. نه ای که طوفان هریرود را دوست نداشته باشم، نه ای که عقابان هندوکش را دوست نداشته باشم، نه ای که تیم‌های دیگر را من دوست نداشته باشم، ما 8 تا زون داشتیم و در فوتبال خیلی عالی هم در سطح فوق‌العاده اعلای خودش در منطقه برگزار می‌شد. با تمام از اینا خیلی صادقانه میگم، با تمام از اینا که اونا را دوست دارم، من طرفدار تیم شاهین آسمایی هستم و خوشبختانه این نکتایی هم امروز اتفاقی این صحبت مرا سهم میگذاره رویش. حالا چه قسمی از اوقات فراغت خودت استفاده کردی؟ من میدانم که در کنار کارهای ورزشی میکنی کارهای تجاری هم داری. بله کاظمی صاحب عزیز، یه داستان خیلی کوتاه بگم. سال 2012 ما سفر داشتیم به دبی، یک کمپ تمرینی داشت تیم ملی و ما وقتی که دبی در فرودگاه رفتیم منتظر بودیم تا کارمون انجام بشه. یک آقای سیاپوس بود، خارجی بود، مثل ما بودی اومد پرسیدن که where are you from، شما از کدام کشور هستین؟ لباس های ما لباس هایی بود که
تیم آلمان جرمنی کمک کرد به فدراسیون فوتبال آلمان و لوگوی بنز و آجید آلمان جرمنی داشت. اومد پرسان کرد ما از پیشا، گفتم که ما از کشور افغانستان هستیم و کمپ تمرین داریم. بعد گفت ما لباسای تون دیدم فکر کردم که از جرمنی هستین. من گفتم نه، ما مشکل داریم، توانایی نداریم اونقدر در اون سالهای اول، و به ما کمک شده، به ما کمک شده، ما از این لباس استفاده می‌کنیم. و خیلی هم معذرت خواهی کرد، خب که نه یه وقت سوء تفاهمی چیزی نشه. و من به این فکر کردم چرا کشور خودمون با این قدامت خیلی بلند نباید این مشکل داشتیم که بتونه یک کشور کمک کنه بپوشیم. خوبه مثلا برای ورزشکار، ولی در سطح ملی باید لباسای هر خودمون رو داشته باشیم، جمپر بازوهای خودمون رو داشته باشیم، لباسای خودمون باشیم. ما سابق اگر یک بازیکنی در میدان فوتبال لباسش پاره میشد، اون بازیکن هم با اون لباس حذف میشد، چون یه دونه لباس بود، همون رو میبردیم میشستیم دوباره میآوردیم. خیلی مشکلات زیادی وجود داشت، ولی به این فکر افتادم که یک کاری بکنیم که این تغییر پیدا بکنه. خیلی عالی، خیلی عالی، خیلی عالی. کدام کارا را بیشتر دوست داری آقای شریفی که در اوقات فراغتت به معنای واقعی، حالا جدا از بحث کار، جدا از بحث تفریح، بحث خانواده رو میخوایم مطرح کنم. خانواده تان هم میدانم که در مسافرت هستن و خداوند یار جانشان باشه. سلامت باشه. خواهر بزرگوار ما، برادرزاده ما، خیلی دوستش دارم، من خودم به شخصه. تشکر. و مطمئن هستم خودتانم خیلی دلتان برشان تنگ شده. اما حالا که اونا نیستن، اوقات فراغت تا چه قسمی سپری میکنه؟ من کازیمی سه باورت میشم بیشتر اوقات فراغتم یا با خانواده میگذارم یا با کار ورزشی انجام میدم. یعنی ما تایمی که سعی میکنم خالی دارم، تایمی که خالی دارم سعی کنم با فامیل باشم، به رستوران بریم، جاهایی که دیدنی هست ببینیم. واقعا تو افغانستان خودمون خیلی جای دیدنی داریم، اونجا رو بریم برای سیاحت، بتونیم از این استفاده کنیم. و در غیر اون صورت وقتی که تایم های دیگه دارم سعی میکنم از جیم، فتنس و چیزهای ورزشی استفاده بکنم. این بیشتر اوقات فراغت من یا در ورزش تر میشه یا با خانواده تر میشه. سعی میکنم که تو این حالت و حالت باشه. بسیار عالی، بسیار عالی. خب یک پرسش دیگه که در حد 50 ثانیه جنبندی صحبت های شما باشه، من میخوایم این مطرح بکنم که گاهی وقتا اتو احساس کردی که اوقات فراغتی را که انتخاب کردی با یک شکلی از اشکال به بتالت تیر شده باشه و هیچ استفاده ازش نکرده باشی؟ ما یه جور آقای کازیما از آدمایی بودم که همیشه سرم یه خورده شلوغ بوده، هم لحاظ کاری. منظورتون همون گیربار بوده؟ گیربار زیاد بوده، گیربار زیاد بوده، و سعی کردم که از اوقات فراغتم استفاده کنم، از اوقات فراغتم نذارم که هدر بره. یعنی سعی کردم توی این اوقات فراغت با دوستانم، با فامیلم، بر ورزشم یه جوری باشه که از این اوقات فراغتمون استفاده بکنیم. نباید بذاریم که زمان رو از دست بدیم. زمان خیلی چیز با ارزشی هستش. میتونیم زمان رو با خانواده بشیم، با پسر کوچیکم باشم، روزی 100 تا شوت میزنه، من با میسم گلکیپری میکنم برای توی خونه زده، شیشه رو شکسته. از 100 تا گلی که شوت که طرف گل میزنه چند تا گل میخوری؟ والا زیاد گل میزنه. اونا با خدا عالی بسیار. اونا شوتر قوی هستن یا شما گل تکر قوی یا ضعیف؟ من میذارم که انگیزه بگیره، بچه ها رو باید انگیزه داد. حتی شوتایی هم که خوب میزنه من سعی میکنم که حتی گل بخورم بیشتر. بسیار عالی. انگیزه بشه و برای بدنش روحیه بگیره، تشویق بشه بچه همون. سپاسگزار هستم از شما جناب آقای زین الدین شریفی، بازیکن از بقیه تیم ملی فوتبال افغانستان و کاپیتان تیم ملی فوتبال سایلی افغانستان، از اینکه دعوت ما رو پذیرید. تشکر از شما کاظمی سیب عزیز بخاطر اینکه من دعوت کردین، از تمام همکاران عزیزتون که در خدمتشون بودیم و مردم عزیز کشور. سلامت باشین. پاینده بود افغانستان. وقفه کوتاهی داریم، رفت و برگشت خیلی مختصر، باز با ادامه برنامه امشب در خدمت شما خواهیم بود. خیلی خوش آمدید. در بخش چیگپای امشب با چگونگی استفاده از اوقات فراغت با شما صحبت میکنیم. اما 7 توصیه برای پر کردن اوقات فراغت. 1. برنامه ریزی داشته باشید. اوقات فراغت زمانی برای شما و برای ما مفید خواهد بود که کاملا واضح و روشن بدانیم که چه کاری را میخواهیم انجام بدیم و چه زمانی اوقات فراغت داریم که از اوقات فراغت خود ما میتونیم برای انجام کارهای عقب مانده ما استفاده بکنیم. 2.
دایره فعالیت های خود را وسیع و ماجراجویی داشته باشیم. هر چقدر که ما دایره فعالیت وسیع تر داشته باشیم به همون اندازه پیشرفت خواهیم کرد. این با اون معنی نیست که چند کار را همزمان بخوایم انجام بدیم که هیچ کدام را نتونیم با موفقیت انجام بدیم. یک کار را انجام میدیم با دید بلند، با اهداف کاملا واضح، اما مسیرهای مختلفی را برش انتخاب میکنیم که در کار ما و در پر کردن اوقات فراغت ما میتونه مفید باشه. سوم، به دیگران کمک بکنیم. هر چقدر که ما به دیگران کمک میکنیم به همون اندازه احساس رضایت خاطر میکنیم. اما برخی اوقات ما میبینیم در اطراف خود ما به جای کمک کردن به دیگری، به جای از اینکه همفکری و همنوایی بکنیم با دیگری، میاییم به عناوین مختلف چوب لای چرخشان میگذاریم، اونا را از مسیرشان، از حرکتشان باز میداریم و این هم باعث آزار روحی برای خود ما میشه، هم باعث آزار روحی برای طرف مقابل ما و او هم از کار خودش لذت نخواهد برد که و از اوقات فراغت که در اختیارش قرار گرفته لذت نخواهد بود. به همین خاطر هر چقدر که ما به دیگران کمک میکنیم، این به این معنی است که در اوقات فراغت خود دیگران را شریک کردیم و در اوقات فراغت دیگران ما هم شریک شدیم. چهارم، یادگیری را هیچ وقت فراموش نکنیم. در هر مرحله و هر مقطعی که قرار داریم، اگر سن بالا داریم یا سن پایین، دختر هستیم یا پسر، پیر هستیم یا جوان، زن هستیم یا مرد، کم سواد هستیم یا با سواد، مهم نیست که در زمان اوقات فراغت که تمام کارها را ما انجام دادیم، لحظاتی را برای ازی بگذاریم و اختصاص بدیم مشخص که برای یادگیری ما و یادگیری اطرافیان ما به درد می‌خوره. شما در اوقات فراغتتون خیلی کارهایی را که یاد ندارین، خیلی کتاب‌هایی را که نخوندین، خیلی سریال‌هایی را که ندیدین، میتونین که در اوقات فراغت کتاب بخونین، مطالعه بکنین، یادداشت برداری بکنین و این یادداشت برداری مطمئناً در ذهن شما خواهد نشست و کتاب‌هایی که می‌خونین بر دانش شما اضافه‌تر خواهد کرد. مورد بعدی، فعالیت‌هایی که شاید بعضی وقت‌ها ما مردها میگیم که والله آشپزی کردن کار ما نیست، ظرف شستن کار ما نیست، کالا شستن کار ما نیست، اتو کردن کار ما نیست، یا به اصطلاح طفل خود را گاهی نوازش بدیم و بگذاریم که مادرش آرامتر باشه، این کار ما نیست و به یک شکلی از اشکال او را احساس میکنیم که ننگ است. اما نه، هر چقدر که شما در زمان اوقات فراغت خودتون با خانواده خودتان بیشتر وقت میگذارین، با اطرافیانتان وقت میگذارین، با کودکانتان وقت میگذارین، شما در برنامه هایی که اونا هم برای خودشان دارن و اوقات فراغتی که اونا هم برای خود تنظیم کردن، یقینا بهتر و بیشتر سعیم میشن. گاهی وقتا خوب است آشپزی بکنیم، گاهی وقتا خوب است که کالا بشیم، گاهی وقتا خوب است که حتی لباس هایی که خانوم ما شسته، زحمت کشیده، بریم اتو بکنیم. از این نه شأن ما کم میشه، نه شخصیت ما، در حالی که از اوقات فراغت هم خوب استفاده کردیم، هم گل به دست آید و هم دل یار نرنجد، همسرتون را هم راضی کردیم، خانواده تا هم راضی شده از این کار شما. پس در اوقات فراغت اینا نکاتی است که ما و شما باید در نظر بگیریم. مورد بعدی، روابط اجتماعی و تعاملات خود را فراموش نکنیم یا از دست ندیم. رابطه اجتماعی رابطه دو طرف است. هر چقدر دیگری به تو احترام میگذاره، خودت در مقابل انسان طرف مقابلت مسئولیت داری که در قبال خودش احترام بگذاری. اگر به احترامی شوه، یقیناً به احترامی میکنی. اگر به احترامی بکنی، یقیناً با به احترامی برخورد خواهی کرد. پس خوب است که روابط اجتماعی را در رفتارهای ما، خصوصا در اوقات فراغت، فراموش نکنیم. از خوش سخنی، از رفتار خوب، از آداب معاشرت خوب استفاده بکنیم در بهبود لحظاتی که در اختیار ما قرار گرفته به عنوان اوقات فراغت. اما آخرین نکته که خدمت شما میخواییم بگویم، مسافرت به مکانهایی که تا حال ندیدیم،
حتما میگیم که با یه اقتصاد ضعیف، با یه درآمد کم، با یه جیب خالی نمیشه جای رفت. درست است، ما درک میکنیم، اما زمانهایی را شما میتونین مشخص بکنید. حتما نباید که به یک ولایت دیگه یا به یک کشور دیگه سفر بکنید که از اوقات فراغت استفاده کرده باشید، استراحت کرده باشید، تفریح کرده باشید و سیاحت رفته باشید. شما میتونین خیلی آرام، خیلی نزدیک دست کودکانتان را بگیرین، با همسرتان، با خانوادهتان، با بستگانتان، حتی صله ارحام. وقتی که شما از یک منطقه به یک منطقه نزدیک، شاید در یکی دو کیلومتری نزدیک خانه خودتان وقتی که میرین، در حقیقت اینمی فرصت که در اختیار شما قرار گرفته، اوقات فراغتی است که عذرخواهی میکنم، شما میتونین از او خوب استفاده بکنین. گاهی وقتا ما فقط اوقات فراغت را در سفر و بیرون یا به یک ولایت دوردست احساس میکنیم، به همین خاطر فکر میکنیم که هزینه خیلی بالایی داره. به همین خاطر خوب است که ما وقتی که به ارزش‌های اوقات فراغت فکر میکنیم، به صله ارحام به عنوان یکی از پسندیده ترین و پسندیده شده ترین و تأکید شده ترین مورد که دین مقدس اسلام در رابطه با او تأکید کرده که صله ارحام است، در اوقات فراغت ما انشاءالله فراموش نکنیم و صله ارحام را به جا بیاریم. رفت و برگشت کوتاهی داریم، برمی‌گردیم. سلام، خوب هستی؟ سلام. کتی بولتا آمدم، خوب هستی؟ جانا که جور است؟ تایتت خوب هستی؟ بخیر هستی؟ بخیر باشی، سلامت باشی. چی میکنی؟ ایک وقت دمی فراغت قرار ملاق میزنم. خوب، ملاق میزنم. که فارغ شدی ملاق میزنی؟ از کار که فارغ شدم بازم وقت فراغت دیگه خود کدی کارم جور نیستم. آه، دیگر روزا که باز فارغ شدی چی میکنی؟ دیگر روزا بازم از فراغت دیگه، از فراغت چی استفاده میکنی؟ از وقت فراغت من استفاده میکنم که میرم در روزه همسایه رو تق تق میکنم میگرزم. بازولا ببوره کی بود کسی لی؟ هیچ کسی لی، هیچ کسی لی. دیگه از فراغت چیست؟ دیگه ای که میرم اینی سگا که هست نید؟ سگای بلگارد که در جو هست. یار آزار میتونم که سنگ میزنم باز اینا غوغاو میکنم. ما خنده میکنم باز اگه ما اونا خنده میکنم ما غوغاو میکنم. بایره خواه؟ شب خواه دختران آزار بدهید و نبشه خواه؟ ها بازم بچه ها را آزار بدهید که آقای زل گرفته وای تو پیش بگره یعنی وقتی فراغتت که فارغ میشی در فراغت دینمی چیزا؟ دینمی چیزا یاد اثر کوچه همونجا میشینم پنج شش دیگه هم این خارجی ها چقدر قمق لسننی؟ وقت فراغت خود یه هم مطالعه میکنه نه؟ فقط بگی زمین جای تنگت بود میره در ماتاب دیگه کچه گری جانه؟ ما که فراغت به روز فراغت ما میشم حالا خو خبر شدی نی؟ حالا بیادر چین یک دانه افتاو مصنوی جور کده که از طرف شو افتاو حالا دیگه بیادر کنده ما از طرف شو ما شما میتانیم پیتاو کنیم چی بیگی؟ یک افتاو از طرف شو ادانه خوب شد ما در وقت فراغت خود چی میگیم؟ ما رو پرسر نکدی که تو چی میگیم؟ تو چی بگیم تو؟ ما بیادر قند ما وقتی که این فراغت ما شما فهمیدی فارغ شدم بیادر قند ما بیرون ما برای فکر تست میرم بیادر قند ما از یک موتر رو تیر شما شما میگن باز قرار رو شما میشنو که میکی تیر پنچه ما خنده میکنم وقت فراغت خود خوب؟ آه وقت فراغت وقتی که بیادر قلد ما فراغت فارغ شما نی بیکار شدم بیکار شدم خارجی ها که بیکار شدم یادر قلد ما کشفیات میکنین یک چوکی یک چیزی جور میکنین بیا از ما یاد بگی از ما دیگ ما در وقت فراغت خود چی میکنم؟ بیادر قلد ما میرم بیادر او تو خوب از سگا گفت یعنی ما میرم بیادر دادگه کچه گو بیادر قلد ما مرغ دوزی میکنم میرم بیادر تا مرغ دوزی
همسایه هم میگرده که مرغ گم است مرغ گم خبر نداره که مرغ وقت داشتی کم ما هست اونو دکاندار گوشش که نمیشنوانه اونو اومد بیاوریم اینجا فارغ هستی تو؟ آه ما فارغ هستیم برای تو قصه میکنیم اون نمیشه و هرچی تی میگی تیاق میشنوانه تو در قصه بگیرش؟ تو در قصه بگیرش من خودتو کش میشن از یه منه اخوی پرنگ یا نزه اگو اخوی اون را سرک بیاد خیلی خوش آمدید بیننده عزیز همچنان با برنامه امشب در خدمت شما هستیم بخش پایانی برنامه است و باز هم تشکر میکنیم از حامی مالی برنامه اگر میخواهید ذهن هوشمند فکر توانمند و زندگی صحتمند داشته باشید پس انرژی قوی صحی و نفیس پارتی را فراموش نکنید در این لحظه مهماندار هستیم برادر عزیزم عبدالغفار اخلاص سیغانی استاد دانشگاه خیلی زود خوش آمدید و سلام مقدمات بسم الله الرحمن الرحیم با سلام خدمت شما و همکارانی بسیار معظم بیننده های بسیار خوبی تلویزیون شما به خصوص برنامه امشب بسیار تشکر از شما جناب سلامت باشین من یک نکته خدمت بیننده های عزیز باید عرض برسانم که جناب سیغانی صاحب به شدت مریض احوال بودن و کنولی که در دستشان حتما اگر کامرا بگیرن مشخص میشه با صدای گرفته که امروز داشتن اما یکی از صفت های بسیار پسندیده که جناب سیغانی صاحب داره وفای به عهد است با تمام بیماری خودشان حضور پیدا کردن و رنگین ساختن خواهش میکنم خدا توفیق بده ان شاء الله که بیننده ها با این صدا و با این وضعیت تحمل بکنند سلامت باشید جناب سیغانی صاحب ما در رابطه با بحث اوقات فراغت میخوایم صحبت بکنیم این که اصلا از نگاه علمی و اکادمیک آن چیزی که در کتاب ها آمده اوقات فراغت یا اوقات فراغت دقیق تر اگر ما بخوایم بگویم تعبیرش چی هست؟ چی میشه دربارش گفت؟ من ابتدا خدمتتون عرض بکنم شاید از نظر تخصصی نتونم در این قسمت بحث بکنم اما به عنوان یک کسی که احساس میکنم که در جامعه و در بین مردم باید مفید باشم و یک تجربه زندگی هم داریم در این برنامه خدمتتون عرایض را خواهد داشتم وقتی شما بحث اوقات فراغت را مطرح میکنین جناب کاظمی صاحب نظر به شرایط اوضاع و احوال جامعه متفاوت است شما این مفهوم و این تعبیر را در همه کشورها در همه جامعه نمیتونین یکسان عنوان بکنین شاید عوامل مانند رفاه اقتصادی عوامل مانند چگونگی دسترسی به تحصیلات و بحث های اکادمیک عوامل مانند امنیت و آزادی های اساسی به شهروندان همه اینها جزء ابزارهایی هستند که کشورها را و شهروندان کشورها را در چگونگی استفاده از اوقات فراغتشان متفاوت به نمایش میگذاره اما اگر چون ما شهروند افغانستان هستیم و در این جامعه که هستیم نیاز داریم که از هر لحظه و هر تایمی باید استفاده صورت بگیره اگر در حوزه درون مرزی افغانستان ما در رابطه به چگونگی استفاده از اوقات فراغت و تعریفی که از اوقات فراغت وجود داره خدمتتان عرایض داشته باشم ما اما لحظاتی را معمولا و به صورت معمول در جامعه حاکم شده که شما از مأموریت رسمی تان و از کارهای رسمی تان اگر دور بودین به خودتان رسیدین به خانواده تان رسیدین این را تعبیر میکنن اوقات فراغت تان در سه سطح باز من میگم خدمتتان در حوزه درون مرزی قابل بررسی است با توجه به اینکه هر سطحی از باز امو شاخه های خودش را هم داره در سطح سیاسیون و طبقه حکومت کننده است چون برنامه شما جنبه سیاسی نداره من نمیخوایم خیلی وارد از بحث شوم چگونگی نگاه طبقه حکومت کننده به قدرت عرضه خدمات به شهروندان همه اینها مباحثی است که حتی در اوقات فراغت هم مسئولین را باید موظف بسازد تا فرصت ها و زمینه های خوبی به مردم مساعد بسازد هر مسئولی که تانست لبخند به لب شهروندانش بیاره او مهم نیست که از اوقات فراغتش استفاده کنه یا غیر اوقات رسمیش حالا من بحث سیاسی نشه امیر در این قسمت اکتفا میکنم دو در حوزه جامعه اکادمیک و حوزه تحصیلات عالی است جناب کاظمی صاحب هم در بخش استادان عزیز ما و هم در بخش دانشجویان ما من فکر میکنم به عنوان یک دانشجو که بهترین مسیر و مؤلفه برای استفاده از اوقات فراغت ای است که ما چطور بتونیم مفید واقع شویم ما چطور بتونیم مهربان شویم من همیشه با دانشجویان عزیز وقتی سر صف می باشم یک جمله خدمتشون دارم تحصیلی که شما را مهربان نساخت
تحصیلی که شما را در برابر همنویتان مسئول نساخت و شما را مکلف نساخت که همدرد نویش باشین، من فکر میکنم که باز ماهیت خود از دست میده، این زیای وقت است. هم استادان عزیز ما و هم دانشجویان معظم هم در بود زندگی فردیشان و هم در بود زندگی اجتماعیشان یک بخشی از اوقات فراغتشان را باید به مسائل مطالعات افاقی، کار، تحقیق و اینا انجام بدن. چون شما میدونید در پهلوی اما بحث امرار خانواده و ای گپ ها مهم است که در اوقات رسمی باید به او توجه صورت بگیره. اگر تا نستیمی کار یک بخشی از اوقات فراغت، من نمیگم که تمام میشه، چون هر کسی باید به خودش هم برسه، ورزش بکنه، با خانواده باشه، با دوستان بره، تفریح بره، اینا یک بخشی از واقعیت های زندگی هسته. اما با توجه به نیازمندی های فعلی افغانستان، من فکر میکنم که اگر تحقیق کردن، اگر تلاش کردن که مفید واقع شوند، این بحثی است که باز ما میتونیم بگوییم که از اوقات فراغت ما استفاده مفید به نفع جامعه ما کردیم. در شرایطی که ما هستیم، هر حرکت ما، هر عکس العمل ما اگر به نفع مردم و توده ها نبود، باز من فکر میکنم ماهیت چه از دست میده. محور سوم ما توده های مردم است، قاعده جامعه. آل جناب کاظم صاحب، شاید خیلی سخت باشه که آدم از یک کسی که کار دست فروشی میکنه، در روی سرک است، کارهای شاقه انجام میده، انتظار از زیر داشته باشه که او از اوقات فراغتش تفریح بکنه و از اوقات فراغتش بره با خانواده به تفریح. چون تمام دغدغه از است که من چطور میتونم 50 افغانی 5 نان در ختم روز خانه ببرم. ولی به اونم هم یک پیام دارم، اگر قرار است که اطرافیانی وجود داره که شما میتونید با اندکترین کارتان مهربانی را در برابر زو نشان بدین، صله رحم را نشان بدین، این صله رحم همیشه و مهربانی همیشه پول دادن نیست، گذشت از امکانات مالی نیست. من فکر میکنم که اگر شما یک کسی که سیب میفروشه، اگر یک دونه سیب به یک طفل گدایگر دادین، شما تانستین که مفید واقع شین و تانستین که خوشی و احساس را در وجود اون متفل به وجود بیارین. این تعبیرها و برداشت های ناقص ما بوده که با توجه به اینکه دانشجو هستم که چطور بتونیم از اوقات فراغت خود ما استفاده بکنیم. جناب سیغانی صاحب، شما سه فاکتور را مشخصا، یکی بحث سیاسی را، بحث اکادمیک را و بحث توده های مردم را مطرح کردید. حالا چون بحث ما بحث اوقات فراغت هست، در بحث اکادمیک مطمئناً اوقات فراغت برای یک محصل، برای یک دانشجو مطالعه کردن و رفتن به کتابخانه هاست و استفاده بهینه. در بخش توده های مردم شما اشاره کردین یک کسی که سیب میفروشه، کراچیوان هست، او کل اما غمش است که چگونه ما بتانم که یک لقمنان بر سر دسترخوان ببرم. در بحث سیاست هم شما، چون بحث سیاسی رو هم که مطرح کردین، عرضه خدمات به مردم که مسئولین در هر نظامی این مسئولیت را بر عهده دارن. حالا ما میخوایم که مشخصتر در رابطه با همین سه فاکتور که شما اشاره کردین و به خصوص بحث اکادمیک، توصیه شما به عنوان یک استاد و محصلین چه است؟ من فهمم است که هر محصلی سه تا وظیفه بسیار مشخص داره. این وظیفه رسمیش است: مطالعه بکنه، بنویسه و صحبت بکنه. این سه تا وظیفه است که یک محصل داره. اما وقتی من میگم که وقت فراغتش را هم به سه محور تمرکز بده، لااقل یک بخشی کلانش را، شرایط و اوضاع و احوال جامعه ما را ایجاب میکنه، نیازمندی های افغانستان را ایجاب میکنه. در حالی که اگر شما در کشور جامعه پیشرفته و توسعه یافته باشین، این سه تا هر جزء وظایف رسمی یک محصل است، جزء وظایف رسمی یک استاد است. اوقات فراغت باید شما برسین به خانواده، برسین به دوستانتان، به کارهای خیریه برسین، عمل صالح انجام بدین. للذین آمنوا و عملوا الصالحات جزء آموزه های دینی ماست. شما وقتی می عمل صالح رو تعریف بکنین و تشریح بکنین، هیچ چیزی به اندازه خدمت به خلق مهمتر نیست. به او خاطر من پیامم به محصلین و دانشجویان عزیزم، با توجه به شرایط موجودی است که نیاز این می افغانستان و رسیدن به یک جامعه توسعه یافته ای است که ما از هر فرصت و لحظه که در زندگی ما داریم استفاده بکنیم، استفاده بر جهت رفتن به سوی توسعه، به جهت حل مشکلات ها. او سه تا وظیفه رسمی را که خدمتتون عرض کردم، در اوقات فراغتشان هم با توجه به مسئولیتی که در برابر جامعه داره، میتونه از او استفاده مطلوب نمایه. گاه ناگاه چون من حداقل
حداقل 10 سال است که در حوزه معارف و تحصیلات عالی تجربه کار دارم. میبینیم که یک تعداد دانشجویان عزیز ما در قسمت غفلت میکنه و یک بخش کلان مشکل امروزی افغانستان همی است که میزان مطالعه پایین، میزان تحقیق پایین، میزان شما یک دانشجوی که لسانش از حقوق داره استاد کنین 5 دقیقه صحبت نمیتونه، شاید عمومی نباشه اما یک بخش اکثریت همی است متاسفانه. ولی این نشان میده که دانشجویان عزیز ما به مسئولیتشون پی نبرده، این طرف استادم به عنوان چراغ راهنما و به عنوان کسی که مسئولیت داره او چیزی که لازم بوده مسئولیتش انجام نداده. که ما به عنوان یک دانشجو حرف می هست که بیشتر در حوزه اهتمامی جدی تر صورت بگیره. حالا میایم بحث به یک شکل دیگه مطرح میکنیم. شما به عنوان یک استاد در کنار مواردی که صحبت کردین، چقدر از زمان 24 ساعته یک شبانه روز را به عنوان اوقات فراغت با فامیل سپری میکنید؟ من یک آدم خیلی به نظم نیستم، کسایی کار انجام داده بتونه که اسکیجول و تقسیم اوقات روزانه داشته باشه. من در کنار مأموریتی که از صبح تا ختم روز در دانشگاه است و یکی دو جای تدریس هم دارم، مسئولیت تدریس، در کنار از این تلاش میکنم که با خانواده یک فرصت را بگذرانم. اما بازم خدمتتون جناب استاد عرض میکنم که ارزش های حاکم بر خانواده ها باز گاهی مسیر تغییر میده، گاهی به شما خط مشت تعریف میکنه. شاید یک خانواده شما چگونه با خانواده تان وقت میگذرین از خانواده ایتابی فرق بکنه. معمولا لحظاتی که در خانه هستون روزای جمعه و اوقات غیر رسمی از طرف شب، در کنار از اینکه درس هم میخونیم و نوشته میکنیم و کتاب میخونیم، تلاش میکنیم که با مجموعه اعضای خانواده، خصوصا دو تا طفل نازنینی که در خانواده ما هست، دخترکای ما راحل جان و یاسمین جان، یک وقت یک فرصت را باید با اونا بگذرانیم. همراهشان گاهی کارتون سل میکنیم، گاهی فیلم میبینیم و با اونا دنیای شیرین اونها گاهی غم های خود ما را فراموش میکنیم. بسیار خوب. اما کارتونی را که امرای دخترکای نازت و برادرزاده های ما میبینین که چی است؟ صلاحیت انتخاب کارتون با اوناست، فقط من تماشاچی هستم. خب اونا صلاحیتشون چی هست؟ تلفن میگیرن، اینم یوتیوب هست و گاهی خودشون پیدا میکنن و میبینن و بعد کنارشون میشینم که چطور شد چی دانشم. دختری خوردم یاسنا جان باز در این قسمت سر کلی موضوع هست و یقینا اگر من یک کارتون رو نام بگیرم شاید هم به ذهنم نباشه، چون من نمیدونم موشو پشت فکر میکنم یکی از جناب یامو تامو جری همین مرحله‌ای که ما باید این کارو میکردیم از پیش ما گذشت، ما نتونستیم. ما در سن سالی که باید از اوقات فراغت به صورت طبیعیش استفاده میکردیم، مسئولیت های کلان متاسفانه بر شانه های ما بوده که نتونستیم. ما میگیم زندگی هم از ما طفولیت قرضدار است، هم نوجوانی قرضدار است. ما هر دو مرحله شو با مسئولیت های کلانی که باید در این سال به اون مواجه میشدیم اون مسئولیت ها رو دو وقت داشتیم. جناب سیغانی عزیز، جنبندی کلام و حسن ختام، یک حرف همیش دارم. آنچه را که ما در امی جامعه احساس میکنم که مفقود شده و کمتر به او توجه کردیم جناب استاد، مهربانی در برابر همدیگر است. تا وقتی که شریک واقعی درد همدیگر نشیم مشکل امی جامعه حل نمیشه. با توجه به اینکه از نظر دینی شما اشراف دارین که هر کاری را که بر کسی میکنین به خودتان انجام دادین، این احسنتم احسنتم لانفسکم، در برابر همدیگر مهربان باشیم. مشکلات جزء واقعیت های زندگی هست، شما مشکل را از زندگی بردارین دیگه زندگی معنا نداره. مبارزه با این مشکلات وقتی معنا پیدا میکنه که ما احساس مسئولیت در برابر همدیگری ما داشته باشیم و من لم یهتم به امر المسلمین فلیس من. خیلی سپاسگزار هستم شما جناب استاد عبدالغفار اخلاص سیغانی، استاد دانشگاه، از که دعوت ما را پذیرفتید. بخیر باشید. تشکر. و همچنان از شما بیننده های عزیز هم خیلی سپاسگزار هستیم که تا این لحظه از شب را با دیدن برنامه خودتان امشب اختصاص دادید. براتان عزت و سعادتمندی میخواهیم در هر کجای که افغانستان که زندگی میکنین و در هر گوشه دنیا که بیننده برنامه خودتان هستید. تا امشب های دیگر و برنامه های دیگر و انتخاب موضوعات دیگر، خدا نگهدار.